Салам хайра кону дадара кони азиз. Ман Фарахноз ва ин барномаи навбатии дар меҳмонии витамин хост. Чун ҳар вақта дар барномаи мо чор нафар хурдсолони зираку кунчкоб ки мехоҳанд ҳамеша солим бошанд, ба ман кумак мерасонанд ва мо мекушем то ба шумо дар бораи беҳдошти саломатӣ маслиҳатҳо диҳем. Ва биёед аз наздик бо иштирокчонамон шинос мешавем. Салом бачаҳо. Салом. خوب، نامی شما چیست؟ نامی من بناز می باشد. شما چند سال هستید بناز؟ من 6 ساله می باشم. 6 ساله، آفرین، نامی شما چی؟ نامی من احمد می باشد. احمد جان، شما چند ساله؟ من 5 ساله. آفرین، خوب، بیاید با شما شناس می شویم، نامی شما چیست؟ نامی من پریوش می باشد. پریوش، خیلی نامی زیبا. شما چند ساله هستید پریوش؟ من 6 ساله هستم. 6 ساله یا اینکه 6 ساله؟ 6 ساله می باشم. 6 ساله. آفرین. نامی شما چی؟ نامی من فرخونده می باشد. فرخونده، شما هم 6 ساله اید؟ بله. آفرین. معلوم می شود که همه شما تربیت گیرندگانی کودکستان هستید، همینطور نه؟ آفرین، باوری دارم که در بخچه مربیاتون با شما در باره نقش آب در حیات هر روزه و سالم نگه داشتن سلامتی معلومات ها دادند، همین طور نه؟ بله. آفرین بچه ها، تماشا بینانی عزیز، چنین سوال دادنی من به مورد نبود، زیرا موضوع برنامه امروزه ما آب و نقش آن در حیات هر روزه انسان می باشد. از این رو با ما بودن رو فراموش نسازید. بچه‌ها، کنی کی درباره آب چی معلومات دارد؟ یعنی آب در زندگی ما برای چی لازم است؟ آب تشنگی ما میشکند. اگر نان ما تشنگی نجاتید، آب از تشنگی نجات میدید. آفرین، خوب، دیگران چی فکر دارند؟ به آب یگم جسم زنده زندگانی کرده نمیتوند. نه پرنده و حیوان ها و نه گل و رستنی ها برای انکشاف آنها آب ضرور است. خیلی خوب. من میدونم که نظر به خشکی در سرمون آب زیادتر است، ولی نوبسته از این آدمان زیاد از آب تنقص میکشد. برای چه قسمی زیادی سیاره ما رو آب تشکیل میداده است و آدمان باشند از آب تنقص میکشیدند؟ زیرا چی طوری معلمه امون به ما گفته بودن که همه آبی موجود بوده برای نوشیدن موافق نیست. کشور ما یکی از کشورهای هست که آب زیادی نوشاکی دارد. این گونه آب نه در همه کشورها موجود است. آفرین، بسیار معلومات خوب. در حقیقت هم آب سرچشمه حیات است و همه موجوداتی که در روی زمین هستند با آب نیاز دارند. جسم همه ارگانیسم های زنده از اون جمله آدم نیز از 70% آب عبارت است و ارگانیسم ما به آب زندگی کردن نمیتواند. بیاید بهتر از سوژه نوبتی برنامه را تماشا میکنیم و معلومات خود را در این باره زیادتر میکنیم. پس تماشا بینانی عزیز، شما نیز با ما بودن را فراموش نسازید، زیرا برنامه امروزه ما خیلی و خیلی جالب خواهد بود. برای نگاه داشتن سلامتی، آب چون هوا برای انسان خیلی مهم است. آن برای تمام موجودات زنده، حیوانات، پرندگان، نباتات و حتی میکروارگانیسم ها لازم می باشد. اگر در روی زمین آب نباشد، حیات هم نخواهد بود. زیرا رسانی ها به آب انکشاف نمییابند. حیوانات و پرنده ها نیز به آب زنده نمیمانند. مثلا ماهی تنها با آب زنده است. بنابراین هم انسان آب نه تنها برای خود، بلکه همچون بایسته استحصال غذا نیز نیاز دارد. آب برای معتدل فعالیت نمودن بدن نقش مهم را میبازد، زیرا به حجره ها اکسیژن و غذا میدهد. اون امکان میدهد که خوراک به انرژی تبدیل داده شود، زهرها و موادهای نلازمه از بدن خارج شوند. همزمان در تنظیم حرارت بدن اشتراک میکند. با یاری آب غذای استعمال کرده من را میتوانیم زود هضم کنیم و ماده های درکاریش را ارگانیسم به خود جبیده گیرد. آن برای پیوندهای ما همچون روغن مولیدنی خدمت میکند. هر روز از بدن ما تقریبا 2 لیتر مایع خارج میگردد. عمیق‌ترش نمی از بدن ما توسط پوست، سیستم پیشاب، روده و شش خارج میشود. بنابراین ذخیره آب باید سری وقت پر کرده شود. آب را در دمامی روز کم کم و زود زود نوشیدن لازم است. چای و قهوه جای آب را گرفته نمیتوانند. برای نوشیدن آب شرط نیست که ارگانیسم از تشنگی اذیت کشد.
برای آب نوشیدن پیدا شدن حسی تشنگی رو انتظار شدن شرط نیست. هنگام مشق وزنین جسمانی یا اینکه بود و باش در شرایط اقلیمی گرم احتمالات زیاد شدن استعمال آب نوشابی پیدا شده میتواند. بنابراین هم در چنین حالاتو اگر دسترسی به آب آشامیدنی وجود نداشته باشد پس با خود ذخیره نمودن آن را فراموش نکنید. هنگام تشنه شدن نوشیدن آب‌های شیرین یا گازدار توصیه داده نمی‌شود. بچه‌ها اکنون فهمیدید که آب در حیات ما چه خیلی نقش کلان داشته است؟ بله. من با شما یک سوال دارم. خوب گوش میکنم چی سوال باشد؟ میوه سبزیان و ویتامین ها دارم. برای همین ما آن را استعمال میکنیم. آب ویتامین دارد. آفرین احمد جان بسیار سوال خوب دادید. خوب سروال بیاید همسایه شما را فکرشان را میفهمیم و بعدا با سوال شما من میکوشم تا جوابی درست کردنم. روزید؟ بله. خوب بچه ها شما چی فکر دارید؟ آیا آب ویتامین دارد یا اینکه نه؟ من فکر میکنم که در ترکیب آب یکون ویتامین موجود نیست وای زیرا وای نه بوی دارد، نه مزه دارد، نه رنگ دارد. واقعا هم درست قید کردید. خوب دیگران چی فکر دارند؟ من فکر میکنم که آب ویتامین دارد. برای چی؟ اگر ویتامین نمیداشت ما آن رو ضرور نمیدونستیم. آفرین خیلی خوب قید کردید. خوب دیگران چی فکر دارند بناز؟ من فکرم آب تنها برای تازگی تشنگی استفاده می شود. مثلا ما وقت سب رو می خوریم مزهش رو حس می کنیم. معلوم است که اون شیرین است یا ترش. ولی وقت آب رو می نوشیم چیزی رو پی نمی بریم. نه بناز باید گویم که شما خطا می کنید. هرچند آب رنگ، بوی و مزه نداشته باشد هم ولی برای درست انکشاف یافتن ارگانیسم ما کمک می رساند. اگر باور ندارید پس به سوژه نوبتی را تماشا میکنیم و خود شما در این باره به خود معلومات میگیرید. صرف نظر از آن که آب ارزش انرژتیکی ندارد یعنی در آن سفیده ها، چرب ها و کربوهیدرات ها موجود نیستند ولی برای حل نمودن ویتامین های برای حیات انسان ضروری آب نقش کلان رو می بازد. مثلا ویتامین S در ریاکسی های ترشوی و برقرار سازی اشتراک می کند و به ارگانیسم برای جذبش آهن کمک می رساند ولی به آب این ویتامین وظیفه خود را اجرا کرده نمی تواند. یعنی ویتامین B1 وظیفه این ویتامین تنظیم کار سیستم عصب، سیستم هاضمه و کار رگ و دل هست. برای آنکه ویتامین B1 کار خود را به طور باید و شاید اجرا کرده تواند به ارگانیسم آب لازم است. نورسای ویتامین B6 باشد به ویران شدن اشتها، کم خونی و آسیب دیدن قبط های پوست انسان آورده می رساند. جبیش این ویتامین را باشد در ارگانیسم آب تامین میکند. یعنی وقتی ما محصولات از این ویتامین بای بوده رو استعمال میکنیم آب بدن ما امکان میدهد که ارگانیسم مقداری در کاری ویتامین رو به خود جبیده گیرد. و غیر از این آب برای تامین انسان با غذا یعنی پرورش زراعت ها و حیوانات، پرندگان، برای احتیاجات کارهای خانه، گیگین شخصی، برای استحصال نیروی برق و غیر ها لازم است. استعمال منتظم آب تفکر و هماهنگسازی معنه سر رو بهتر میکند. اگر آبی که ما می نوشیم صفت بلند داشته باشد یعنی از مینرال ها بوی باشد مغز سر و تمام بدن با ماده های ضروری به قدر کافی پر کرده می شوند. ولی باید گفت که یک و یک بارا نوشیدن آب زیاد زیان آور است زیرا تمام مایع به جریان خون وارد می شود و تا آن دمی که مقدار زیادتی آن از بدن توسط گرده خارج می شود به کار دل خلل می رساند. بچه ها اکنون فهمیدید که آب نه تنها برای شکستن تشنگی بلکه برای بهداشت سلامتی و حتی برای تامین نمودن ارگانیسم ما با مواد غذایی کمک می رساند. اکنون فهمیدم برای چی مادرم دوام دارد که آب از تو آبادی است. بله هر جایی که آب فراوان دارد در آنجا سری و پوری است و هر گونه بیماری های سیرویتی سر نمی زنند. باره من در یک فیلم تصویری تماشا کرده بودم که معنی سر ما 75% از آب عبارت هست. آیا این راست هست؟
بله پریوش، معلومات فهمیدهتان درست است. اینچنین من باید ایلاوه کنم که 86 فویزی تنی نوزادان رو آب تشکیل می نماید در کلون سالون باشد، 50 فویز تشکیل می دهد. چی ما هر قدر کانون شدن گیریم، مقدار آب در ارگانیزمون کم می شود؟ بله شما خیلی درست قید کردید. هنگام پیرانسالی در ارگانیزم ما آب تا رفت کم شدن می گیرد. باز من فهمیده بودم که آدم از تشنگی نظر به گشنگی تستر می فوتد. بناز معلومات شما نیز خیلی درست است. آدم به آب تنها 5 روز زندگی کرده می تواند و خلاص. ولی اگر آدم خوراک استعمال نکند ولی آب نوشد و می تواند تا 30 روز زندگی کند. بهترش بیاید سوژه نوبتی برنامه را تماشا می کنیم و در این باره به خود معلومات می گیریم. در مجموع از 50 تا 86 فویزی وزن بدن انسان از آب عبارت است. انیکترش 86 فویزی وزن کودکان و نورسان و تا 50 فویزی وزن پیرانسالان را آب تشکیل می دهند. مقدار آب در قسمت های گوناگون بدن یک خیلی نیستند. مثلا استخوان ها از 20 تا 30 فویز، جگر تا 69 فویز، موشک ها تا 70 فویز، مغز سر تا 75 فویز، گرده ها تا 82 فویز و خون تا 85 فویز از آب عبارت است. در تجربه های طبی اگر در انسان از 6 تا 8 فویز آب بدنش خشک شود آدم به حالت نیم هوش می افتد. اگر این حالت تا 10 فویز را تشکیل نماید گلوسیناتسیا اثر می شوند. وقتی 12 فویز آب تن انسان خشک می شود آدم به یوری مخصوصی طبی صحت شده نمی تواند و در حالی که 20 فویز آب بدن خشک گردد آدم می تواند نابود شود. در ارگانیسم ما آب اکسیژن رو برای نفس کشی نم می کند. تقریبا 40% طلبات روزانه بدن با آب با غذا قانع کرده می شود. باقی مانده باید در شکل نشاکی های گوناگون گرفته شود. در تابستان شما باید هر روز از 2 تا 2.5 لیتر آب بنوشید. در منطقه های گرم باشد از 3.5 تا 5 لیتر در یک روز آب نوشیدن لازم است. وقتی گرمی هوا 38-40 درجه است و اقلیم خشک است و شما در هوای گشاد کار میکنید پس شما را لازم است در یک روز تا 6 لیتر آب بنوشید. اگر ارگانیزم مقدار کافی آب را گیرد آنگاه انسان در خود انرژی بیشتر را حس میکند. چاله کوچکان میشود. پوست خشک، خستگی، ضعیفی پوست، درد سر، بلند شدن فشار خون، کاری بد گرده، سلفه خشک، درد ستون مهره و بقوم ها می توانند از آن درک دهند که ارگانیسم شما از بی‌آب اذیت می کشد. خوب فکر می کنم که معلومات ها جالب بودند ها؟ باوری دارم تماشابینان عزیز معلومات های برنامه ما به شما نیز پسند آمدند و با ما بودن را فراموش نسازید زیرا برنامه ما تا حال ادامه دارد و شما می توانید از برنامه امروزه که موضوع آن آب و نقش آن در حیات انسان می باشد به خود معلومات های زیادی جالب را دسترس نمایید. خوب اشتراکچیان شما چی گفتن می خواهید؟ اکنون هم پگو روز خرو انسان یا تازه سر می کنم. وقت با بخچه می آیم معنی شرم خوبتر کار کنم. آفرین، بسیار تصمیمی خوب. با شما نیز تماشا بینان عزیز توصیه می دهیم که روز خود رو با نوشیدن یک استکان آب تازه آغاز کنید زیرا نوشیدن آب تازه با ارگانیسم ما فایده خیلی کلان می رساند و همزمان کمک می رساند تا معنی سری ما خوبتر کار کند. خوب دیگران چه فکر دارن؟ وقتی من تشنه میمونم یا چای شیرین نخورم یا آبهای گاز دور مینوشم. ولی از این پس کوشش میکنم که تنها آبی تازه را بینوشم. البته آبی تازه جوشانیده شده همین طور نه؟ بله. خیلی خوب. دیگران چی فکر دارن؟ برادر من نیز دائم در کوچه با خود با نوشکیوی گازدار میگیرن. من به او توصیه میدیم که آبی تازه را نوشد. خیلی خوب. نه تنها به برادرتان بلکه به دیگر همسالانتان نیز توصیه دهید زیرا چنانی که ما میدانیم بینندگان عزیز امروز ها بیشتر خردسالان و دیگر کلانسالان نیز به نوشیدن آبهای گازناک میل دارند. ولی باید گفت که آبهای گازناک نه تنها به ارگانیسم ما فایده نمیرسونند بلکه ضرر رسانیده نیز میتوانند. از این رو از نوشیدن آبهای گازناک خودداری کنید و آبی صوفی آشامیدنی رو بیشتر نوشید.
من فهمیدم که نوبسته از اون که ما تشنهیم یا نه باید حتما در یک روز دو لیتر آب نوشیم. در عکس حال ارگانیسم ما درست کار کرده نمیتواند. آفرین، معلوم میشود که سوژه را با دقت تماشا کردید. بچه ها، آیا شما میدونید که در ترکیبی میوه و سبزیجات ها نیز آب زیاد موجود است؟ مثلا 76% کارتوشکا را آب تشکیل میدهد، در سه بوشت 85% را تشکیل میکند. از همه آب زیاد را بوشت تربوز دارد که مقدار آب در ترکیب تربوز 90% را تشکیل میدهد. بغیر از اون که تربوز آب زیاد دارد، اینچنین خصوصیت های زیادی شفایی خود دیگر را نیز دارد است. بیایید در سوژه نوبتی درباره این میوه به خود معلومات میگیرید. بینندگان گیرامی، اگر شما نیز به مثل ما دوستداری تربوز هستید، پس شما رو می باید حتما این بخش رو تماشا کنید، زیرا در این بخش در باره خصوصیت های شفا بخشی ای تربوز معلومه داده می شود. خوب با دقت باشید. هنوز 4000 سال پیش در مصر قدیم تربوز چون غذای دوا معلوم بود. اون یکی از مفیدترین زراعت های پلیزی به شما رفته. مقدار قند در ترکیبش کمتر است. فروکتوز ترکیب تربوز به آسانی در ارگانیسم جذب می شود. سالهای آخر تربوز را یکی از واسطه های بهترین برای تازه کردن ارگانیسم از ماده های بیرون می حسابند. تربوز از مغز بوی است. نورسای مغز در ارگانیسم باعث بالانس شدن فشار خون می گردد. مغز در یک جایگی با کلسی فعالیت سیستم دل و رگ ها را معتدل نگاه می دارد. همچنین مغز عصبانیت را تسکین داده به کس آرامی می بخشد. در یک روز در 100 گرم تربوز 224 میلی گرم مغز موجود است. از این رو اگر کس در یک روز 150 گرم تربوز استعمال نماید، جسم او با معیار شبانه روزی این المنت ضروری تامین می‌گردد. تربوز را واسطه بهترین پیشابران و دوای درد گرده می شمارند. در اون ماده های نیتروژن دار، ویتامین های B1، B2، ویتامین S، کیسلته های فولیوی، کراتین که دوای بیماران قند محسوب می‌یابند موجود است. تربوز را زمینه تبابت آرتریت، فراموش خاطری و کمخونی استفاده می‌برند. مدت طولانی استعمال کردن تربوز التهاب معده را دوا می‌بخشد. طبیبان تربوز را بهترین غذای پرهیزی برای آنهایی دانستند که از فربگی عذاب می‌کشند. طبیبان می‌گویند که گرفتاران فربگی به آسانی می‌توانند با استعمال تربوز وزنشان را کم کنند. تربوز در ترکیب خود 95% آب دارد و آب آن شفا بخش است، زیرا آب تربوز دیستیلاسیون شده می باشد. نفرانی که گرفتار فشار بلند خونند باید هر روز تربوز استعمال نمایند. تربوز خلیسترین را نیز از جسم بیرون می کند که برای بیماری های دل و رگ خیلی مهم است. کنم خوردن تربوز رو همه اتون دوست می دارید همین طور نه؟ با من بستر و تربوز مخکور است. من اون رو با پیاره می نوشم. آفرین، باید گفت که آبی تربوز خیلی فایده آور می باشد و اون برای نیست نمودن سنگی گرده کمک می رساند. شما به نهایت کاری خوب می کنید. دیگران چی؟ من هم آبی تربوز رو دوست می دارم. مادرم در فصل تابستان از تربوز افسور را تیار میکرد. آفرین. من هم خوردن تربوز را خیلی دوست میدارم. بله، دونه هواش را نه در وقتی خوردن تربوز آنها به من خلل میسونند. من باشم تربوز را با دونه هایش میخورم. مادرم میگوید که دونه های آن ضرر ندارد. آفرین، من هم تربوز رو بی‌نهایت دوست می‌دارم و تماشابینان عزیز، به شما نیز توصیه می‌دهیم که در فصل تابستان تربوز رو بیشتر استعمال نمایید، زیرا اون برای برطرف نمودن تکسین‌ها از ارگانیسم انسان کمک می‌رساند. اینچنین به ارگانیسم ما مقدار زیادی ویتامین و مینرال‌ها رو می‌بخشد که اونها ارگانیسم ما رو خیلی هم باقوت می‌گردانند. ویتامین و مینرال‌ها که در ارگانیسم ما زیاد شد، ما با بیماری‌های سیرویتی دچار نمی‌شویم. اینجا باشد برنامه نوبتی ما نیز بانجو میرسد. تا دیداری نوبتی، خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید. خیلی